میگذره. خوب روزی انصار. خوب روزی. هم یخ، هم باد، هم بارش، هم رود. دیگه بیشتر باید چرا کم بیشتر هم دیگه خدا آدم نمیرسه. امروز یک روز منظری از دوستای ما بچه‌های شهر فعلا منتظر از اونه که بیای لب می دریا. گفته یک افطاری لب می دریا میجا روز خرباز کنه. بند خو کار مینه، بند بخش آباد هم امارت اسلامی حال کار مینه بخیر اگه خدا خواسته بو تا یک سال دیگه کار زورم خلاص مینه. دوستان عزیز، یگانه آرزوی تمام مردم ولایت فرا و در نهایت تمام افغانستان بگم این است که بند بخش آباد امار شود. با امار شدن بند بخش آباد به ولایت فرا آب می آید و آب همیشگی است. برق هم به علاوه از او برق هم ما همیشگی داریم نه؟ و ولایت فرا هم یکی از ولایت های زراعتی افغانستان است. وطن ما خیلی فعلا در حال آرامش، در حال پیشرفت. اول حاضر هستیم که 10,000 کیچه که 20,000 هم بده به خاطر بند بخش آباد. بند خشما آماده شه او خشما جای نر. از امی رود و از امی جا تفریگا ما و شما می باغ و پله. دیگه ما مثل باغ و پلی تو جای بر تفریگا نداریم. با خدا قسم که حتی 10,000 هیچی که فهمیده 50,000 افغانی هم که از هر شهروند بگیره به خاطر که به هر تک فرزند این بند فایده داره فرض است. آب که نباشه دیگه هیچ زندگی. دوستان عزیز سلام علیکم، وقتتان بخیر. امیدوارم که از صحت و عافیت کامل برخوردار باشین. خیلی از دوستان گفتن نادیده هستین، یک رود دارین، ای که بریم گزارش میگیرین. بله، ما واقعا نادیده از این رود هستم. برای بار دوم هم آمدیم تا یک گزارش ویژه، این بار گزارش ویژه از رود باغپل داشته باشه. با هموطنان خود چند دقیقه اختلاط کنیم و از آنها سوال کنیم یا بپرسیم که آیا آنها حاضر است به خاطر اعمار بند بخش آباد یک مقدار پیسه را به مسئولین امارت اسلامی پرداخت کنند تا بند بخش آباد هر چه زودتر اعمار شود یا خیر. سوژه امروز ما این است که با هموطنان خود چند دقیقه اختلاط کنیم و این سوال ایشان بپرسیم که آیا آنها حاضر است به خاطر اعمار بند بخش آباد که ما جلوی این آب بگیریم که این آب به هدر نره، یعنی از مرز ما رد نشه، آیا هموطنان ما حاضر است به خاطر اعمار بند بخش آباد یک مقدار پیسه را پرداخت کنه یا خیر. امیدوارم که یک گزارش خوبی به صد درصد، امیدوارم که شما هم از این گزارش ما لذت کافی رو بردوست عزیز. بیاین دیگه هموطنانی که در خود مرکز هستن بیاین از رود لذت ببریم. این رود همیشگی نیست. بیاین در اینجا افطاری و خود بگیریم، منظره زیبا لذت ببریم و امیدوارم که هموطنانی که در داخل کشور نیست از برنامه ما لذت ببرین. خیر است، اگر دلتان تنگ میشه برام معلوم است که مسافری خیلی سخت است. اگر دلتان تنگ میشه به وطن همین چنل ما رو با خود داشته باشین تا ای که برنامه های خوبی برای شما بنش برستانیم و امیدوارم که از این گزارشات لذت بریم. و همچنان از شما ایزان هم یک خواهش دارم که برنامه ما را اگر از فیسبوک ببینیم، اگر از یوتیوب ببینیم، اگر از هر جا ببینیم، همین لینک با دوستان خود هم شیر کنیم و برزنا بگو کنیم بیا اینجا ببین چه کف هست، ولایت ما هست، ولایت فرا هست، گردشگری در افغانستان فیلن در ولایت فرا فعالیت دارد که بعدش انشاءالله به ولایت های دیگر هم خواهم رفت. تشکر از تک تک همت هایتان. خیلی با هم بریم با هموطنان خود برنامه را آغاز کنیم. دوستان عزیز، در
این وقت روز امروز روز جمعه مبارک هم هست، تمام هموطنان ما باز بیکار است، میاد در لب رود دیگه اینجا منظره زیبا از منظره لذت میبره. آقایان سلام علیکم. سلام علیکم مادر. خوب هستی؟ شکر الحمدلله. سلامت باشی. اگه خود معرفی کنی نام زیبا شما. اسم من نقیب الله هم. از ولایت فرا. از ولایت فرا. خب نقیب جان چطوری؟ خیمه مبارک رمضان چرا کم میگذره؟ والله خوبه، خدا را شکر خوب میگذره. خوب میگذره. خب امسال یک سالی است، باز هم خوشبختانه که رودم آب آورده، هم یخ است، باران است. اصلا آدم احساس نمیکنه که روزه است، نه؟ خیلی ها. خیلی یک طبیعت زیبا است. خیلی یک طبیعت زیبا است. خودت امروز هم اومدی اینجا؟ هر روز نمازگر اینجا می بخاطر سیاحت سفری. ها به خاطر می یک دفعه بیایم اینجا. سعی کنم دور بر مردم سعی کنم. مردم ببینید اینجا باز هموطنان ما دیگه زیاد میآید. زیاد میآید. و از طرف نمازگر باز امروز باز بخیر زیاد خدمات تا شده. امروز دیگه سه کوچیکال مردم اومده. او چون ولایت ما شما جای نداره که مردم خشم. نه دیگه جای همین است دیگه. بهترین جایی که مردم ما شما به خاطر میله میره همین باغپل است. بله بله. که خوشبختانه باغپل هم آب داره. آب داره. و امیدوارم که یا همیشگی باشه. ان شاء الله. ولی همیشگی نیست. یک هفته بعد بیشتر نخواهد رفت، نه؟ دیگه خدا میربانه. بیشک. وظیفه هم داری؟ کدوم کاربری هم داری؟ وظیفه هم دارم. چه وظیفه دارن؟ چه کاربر؟ وظیفه ما دریور ماشین کلون. دریور موتورهای بزرگ هست دیگه. بله دوست عزیز، بعض وقت که من به مسافرت میرم به ولسوالی های موتورها بزرگ تیر میشه که در ما رو خاک میده دیگه. هر چی که در زبان و رزونا میگیم. آه دیگه افغانستان دیگه جادای هم خاکیه دیگه. اوه امید باید سرعت هم میده دیگه به حد اندازه، نه؟ خیلی باش دیگه شما باید تعمل کن دیگه. جاده خاکیه. جاده خاکیه. شما مقصر ندن، تقصیر نداری. نه تقصیر ما نیست. تقصیر شما هم نیست. تقصیر ما هم نیست. من گاز میدم. درست رفیق. اما بزرگترین آرزویی که دلیل داره چیه؟ آرزو خواله. سی آدم بگو. آرزو همینه که در بند پخته شه دیگه جلو آب خشما بگیری. دیگه آرزو ما همین است. آرزو تمی است که بند بخشوات آباد شه. بند بخشوات. و این آبی که برای فیلان میبینیم که روان است میره از ایران میره. امی آب مهار شد و که ما از خود مستفاده مهار شد با خیرن باشیم جلوی خشما بگیری. اگر مسئولین امارات اسلامی مثلا بگه هر نفر 10,000 افغانی بده بخاطر امار بند بخشابات، خودت حاضر هستی که کار بکنی؟ اگر ما حاضر باشم ساعت دیگه حاضر نیست. نه مثلا اگر اجبار باشه هر نفر بگیره خودت حاضر هستی؟ آه 10,000 افغانی یا بیشتر بخاطر امار بند بخشابات بدی؟ آه 100%؟ 100%. درست. دوست عزیز یگانه آرزوی تمام مردم ولایت فرا و در نهایت تمام افغانستان بگم این است که بند بخشابات ایمار شود. با ایمار شدن بند بخشابات به ولایت فرا آب می آید و آب همیشگی است. برق هم به علاوه از برق هم ما همیشگی داریم، نه؟ و ولایت فرا هم یکی از ولایت های زراعتی افغانستان است. دوست عزیز برادر ما فکر کنم دیگه زیاد انرژی نداری، وقت افطار هم است، نه؟ نزدیک شده به افطار. آه نزدیک شده. آه کمی که بی‌حوصله هستی. کی ما؟ او. نه خوبم. نسوار خو نمیزنیم شما؟ نه نسوار نمیزنیم. خیلی نسواری ها که باز ما گرم میزنیم، باز اونا اصلا نداره، باز زود بخشم میشه. اول لباتون خیلی خوش کرده. من از صبح داره. نسوار سیگاری چی نمیدازم. نه من از صبح داره برنامه گیرتم تا روان. نه خوبم. سلام. بخیر باشه. بینندگان عزیز با من باشید، میریم بشات های مقبول از رود میبینیم و با چند تن از هموطنان دیگر هم اختلاط میکنیم. داریم که از این برنامه شما هم لذت ببرید. دوستا عزیز، داری که پیشتر گفتم در روز جمعه و خصوصی تو یک روزایی که رودم هم آب داشته باشه اکثریت هموطنان ما میاد به خاطر سیاحت در اینجا، باز خوب جای است، نه؟ عزیز سلام، وقت شما بخیر. سلام، زنده باش شما. خوب هستی؟ سلام، بخیر باشی. اگه خود اول معرفی کنی نام زیبایی تا. نظر محمد هستیم از ولایت فرا. تشکر از شما که به مسابقه هم راه ما حاضر شد. اگر بگو وظیفه چه مصیفت شد چه کار بارد؟ از ما کار وظیفه ما رستورانه. او رستوران داریم. بله رستوران. و در ماه مبارک رمضان دیگه باز بیکار خواهد بود. در ماه مبارک رمضان دیگه از طرف صبح تا یک بجه دو بجه بیکار، از طرف شام باز هستیم تا ساعت 9 ده. باز تا 10 شب دیگه باز فعالیت داریم. بله باز فعالیت دیگه بر وطن‌دارا غذای چیزی آماده می‌نیم. شما گفتین که رستوران داریم. بله. و چند رقم غذا خودتان آماده میکنید در رستوران؟ ما 5-6 رقم غذای پلو کابلی، مرغ آتشی، دیگه پلو مرغ،
دیگه می نخود و لوبیا و همین مردم ولایت قشمه غذای سبک سبک میخوره همینا رو جور مینه. او حال دوستانه است مردم ما شما اطراف ها که هست بیشتر باز یک نوع غذا داریم گلار ترش شما این چطور پخته میکنید؟ والا گل ترش تاله پخته نکردیم نه یعنی اسمش نبودیم اسمش شنبودیم خود دیگه از ما و شما مو خوراک قدیمه از ما و شما و مردم با بوا و سنتی و چیز خوبی چیز بده نیه چیز بده نیه اکثر تو رسوله ما شما رو همیال استعمال مینه برای فیلن در فصل سرما ما زور میخونه خیلی خوب است تشکر از شما ما این طرف میام شما و طرف اینی کم کم باش باشه که داخل رود نه 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 خب اشتاری خیلی مبارک رمضان چرا خیلی میگذارم ولی خب ما مبارک رمضان دیگه تا یک ماه مبارک رمضان ایچی ماه بر مردم بر ما و شما خوب مایه یکی هم عوام سرده دیگه بر مردم ولایت فرا بر تمام تبریک میگیم از عید فطر مبارک رمضان ماه مبارک رمضان اینجا رود هم اومد او هم اومد دیگه می مردم هم کشت کار اینام خوب میشه انشالله دیگه ما هم اومدی تفری همین رود که یک هوای هم بخوری دیگه روزم هم امینجا وامین خیند والا اومدی شما دیگه هر روز شام دینج می یا فقط یک امروز اومدین نه ما یک امروز اومدیم دیگه خمو دوستا و رفیقا اومدین تال خرود ما ندش سال خشکی هم بود دیگه خیلی بیرون نمیشیدیم ولی حال رودم اومده عوام خوب شده دیگه امروز اومدیم درست است و امسال تو یک ماه مبارک رمضان است هم باد است هم یخ است هم رود خشم آب داره چقدر لذت بخش است نه دیگه اصلا تو لذت داره که هیچ سال می تو لذت نداشته مثل امسال که رود آب داره رود هم او داره عوام یخ از زمستانه دیگه خدا کنه بخیر همیشه وقت همی تو باش و این هم بعد بگم که این رود خشمه همیشگی نیه چون آب تا مسخی میره اگر بند خشمه مار شو خوب اگر نه خوب آب میره دیگه واضح کنه دیگه بند خو کار مینه بند بخش آبات هم امارات اسلامی حال کار مینه بخیر اگر خدا خواسته بود تا یک سال دیگه کار زورم خلاص مینه دیگه نمازگاره که او ما و شما از افغانستان بر ایران بر یا بر دیگه کشوره و سو استفاده از او ما و شما بکنه او چقدر لذت بخش خواهد دوست عزیز که رود ما و شما همیشه وقت آب داشته باشن و هر روز نمازگار همتناخش رو بیاد اینجا منظره کنند چقدر لذت خواهد بله بله مردم فرا که هست بیستری مردم ما و شما از امی رود و از امی جا تفریگا ما و شما می باغ و پله دیگه ما مثل باغ پلی تو جای بر تفریگا نداریم این هم که آب باش داخل رود بازی باز لذت شد این هم که آب باشه دیگه مثل دریا بندر عباس دریای بندر عباس تشکر برادر وقت شما زیادتر نمیگیرم و یک سوال دیگر بزرگترین آرزویی که در دل داره چیه برای فیلم آرزویی در دل که داریم فقط میخوای که تمام مردم وطندارا مردم فرا کمیشه وقت آرزوی مردم این است که مردم کشت کار مینه ولسوالیا اینا تمام زینا می کشت زینا که او باشه تمام موافقیت سر اوه او که نباشه ایچ نیه آب که نباشه تو زندگی هم ما نمیتونه زندگی هم نمیتونه آب که نباشه زندگی سراب است خب پس آرزوتان چی بوده یه بار نفهمیدم آرزویتان چی بود؟ آرزوی ما فقط آب باشه دیگه همه چیز است. آب باشه و او امیده که بند ما وزیدترین فرصت امار شوه بند بخش آباد بسته شه آب داشته باشه ما از امارات اسلامی هم همی خواهیش داریم که بلیمی بند جدی کار کنه و این سوال هم امروز اضافه کردم اگر مسئولین امارات اسلامی بگه هر شخص 10,000 افغانی بده به خاطر امار شدن بند خودت حاضر هستی که 10,000 بدی؟ بله خود ما اول حاضر هستیم که 10,000 کیچه که 20,000 هم بده بخاطر بند بخش آباد بند خشما آماده شه او خشما جای نره درست است شکر از شما برادر زنده باشه برادر بخیر باشین سلامت باشین دوستا عزیز هر شهروند فرایی آماده است که بخاطر ایمار شدن بند بخش آباد 10,000 افغانی بده تا من زیاد گفتم باز خود مسئولین بسنجه یعنی اگر اونها بخواد بند ما رو ایمار کنه از هر شهروند میتونه یک مقدار 5,000 یا 10,000 افغانی پول جمع آوری کنن تا بند بخش آباد یا بند فرا ایمار شوه با ایمار شدن بند ما ولایت ما یکی از غنی‌ترین ولایت‌های افغانستان خواهد بود با من باشید میریم بعد شادهای مقبول رو میبینیم و دوباره برمیگردیم دوستان عزیز
تمام هموطنان من، البته اکثریت هموطنان ما در اینجا، بعضی ها همراه فامیل آمده، بعضی ها تنهایی آمده، در لب رود نشسته از منظره زیبا لذت میبره. بیاید یک آیس و همینجا هست چند دقیقه با آیس و هم صحبت شد. آیس سلام علیکم. وقت شما بخیر. خوب هستم؟ بخیر، صحتم خوب است. اگه خود معرفی کنی نام زیبایتان. عبدالاحمد هستم، یکی از ولایت باشندگان ولایت فراد. وظیفه چه مسئولیت دارید؟ وظیفه ما گلخانه است. گلخانه. همین امسال دیگه درآمدتان خیلی خوب است. ان شاء الله خوب ام. بخاطر اینکه آب زیاد دارین؟ آب که باشه، همه چیز است. خوشحالی نیست. چند سال خوشحالی پیش میبره. دیگه حالا ان شاء الله امسال سال خوبیه. خیلی آب و هوای خوبیه، خیلی دریای خوب با زیبایه. آب خوبیه، خیلی ان شاء الله فهمیدی مردم از آب استفاده میبرن. ان شاء الله که امسال عادتت خیلی خوب باشه که انزم سالا دیگه که عاید نداشت 100 برابر بیشتر باشه. 100 برابر ان شاء الله. خیلی آب که باشه همه چیز است دیگه. بی شک. اشتاری خمو بره که رمضان چرا کم میشه روزه؟ ان شاء الله مبارک رمضان. خوب روزه، خیلی روز روزهای خوبه سپرمینه. خیلی روزهای یخ، یعنی فیلن حالا فیلن این داره یخ میگیره، یخ یعنی احساس نمی کنی احساس تشنگی گشنگی؟ نه، داخل گلخونه کارم مینه، مصروف کاره، باز هم احساس تشنگی گشنگی انشالله نداره. گلخونه وقت که باز بجا گرمم است، گرمم است. با خدا یکی از این بچه ها میجا از ما پرسید لبه می دریا امروز، گفت مصروفیت گلخونه روزم هست گرنی. ما گفت انشالله گرم خواهست، ولی ما خداوند صبوری میده. او متعادت کردن دیگه. ما برنامه مینو بازم یک روز میگیر یک روز میخور. ما گفت نه، ما داخل گلخونه هم کار مینی، هم ان شاء الله کامل گرفته و تا آخر هم میگیر ان شاء الله. امروز به خاطر چه اینجا اومدی صبح؟ امروز یک روز منظره از دوستای ما بچهای شهر فیلن هم منتظر ازونه که بیای لب می دریا. گفته یک افطاری لب می دریا میجا روز خور باز کنی. دقیقاً. خیلی آب هوا خوبیه. دریا خوبه، پر خوش بال او همتون ما که در داخل خود ولایت ما هستن، بیان در لب رود دک لذت بریم از منظره. لذت ببر او با خدا. خیلی رود دریای خوبیه، خیلی آب خوبیه. ببین سال سال آباتی، بهترین سال بر مردم فرای. دقیقاً. و او همتون ما که در داخل خود وطن نیه، مسافر است دیگه، خیر است اونم بر روم روی مینه و لذت ببره. حتماً حتماً ببینه، خیلی فهمیده لذت میبره. ولی خیلی انتظار امیر داره که کی لحظه بیا اینجا لب دریا دیدن کنه، عکس بگیره از جای دیدنی صفا ببره. دقیقاً. و شب سوژه برنامه امروز است، اگر مسئولین امارات اسلامی از هر شهروند 10000 افغانی بگیره به خاطر امار بند بخشود، خودت آماده هستی که 10000 بدی؟ با خدا قسم که حتی 10000 چی که فهمیدی 50000 افغانی هم که از هر شهروند بگیره، به خاطر که به هر تک فرزند این بند فایده داره، فرض است. آب که نباشه دیگه هیچ زندگی نیست. زندگی نیست. آب زندگی مایه حیات است. آب ببینم یک همین لحظه که آلفینا شما داره مشاهده میکنه لب از دریا، ببین مردم امروز هوا سرده، یکم مردم نماده، یکم ماه روزه است، ماه مبارک رمضان است. خیلی آب که اینجا هست مردم استفاده خوب میبره از او، کشاورزی، باغ، زمین، باغات، تمام حیوانات از این آب بهره میبره. آب تمیز و این آب هم کمیشتگی باشه دیگه آخی بگو چقدر لذت خیلی می. لذت داره. ولی از بند بخش آباد گفتی هر وطن، هر وطن عزیز ما که حتی فهمیده هم فقیر فقیره که حتی 500 افغانی هم که از اینه بر از بند بدیه منوز هم کمه، ولی استفاده از بند چیز خوبیه. بند ما آباد میشه، بند ما آباد رو سطح آب میاد بالا، سطح آب بالا میاد. ولایت ما ولایت زراعتی هست، سرسبز میشه، حاصلات ما خیلی زیاد میشه و تمام افغانستان ما میتونیم که از برات خود میوه و حاصلات داد بدیم. نه بله بله بله، از 100% مردم ما، 80% مردم ما در بخش زراعت وظیفه دارن، مثل خودت یا بادرنگ میکنن، یا بادرنگ یا ترشک یا خلاص مصرف یا کار خود مصرف کشاورزی، کل دیگه متعلق به آب. آب خیلی یک چیز تمیزی، آب خوب، آب حیات خوب داره. درسته. و یوسف یک سوال دیگه، همین بزرگترین آرزویی که در دل داری بله فعلا چیه؟ بزرگترین آرزوی ما که در وطن ما یک آرامی صلح سرتاسری انشالله هست به وجود، بازم بیای بهتر بیای دیگه. از لحاظ اقتصادم افغانستان رو رشد و بالا بره، یک انشالله فهمیدی که مثل کشورهای دیگه ما بالا بره انشالله. امید آن روز. آی صاحب تشکر، وقت شما بیشتر نمیگیرم. سلام باشی، موفق باشی. ما در خدمت هستیم. مسافرها کامل در خدمت تان هستیم. مسافرهایی که بیرون از کشور ما هست مثل ایران، پاکستان، کشورهای غربی، میتونه به وطن خود برگرده. وطن ما خیلی فیلن آله، در حال آرامشه، در حال پیشرفته، انشالله اهمیته، سر تا سر فیلن اهمیته، انشالله مردم میتونه که برگرده به خونه خود و کاروبار درست کنه. کاروبار خود درست کنه. دقیقاً.
شکر از شما عزیز. موفق باشین. زنده باشین. دوستای عزیز سلامت باشین. دوستای عزیز ما امروز سوژه برنامه ای بود که بیاییم در سال رود به آقاپال و از هموطنان خود بپرسیم که آیا اگر مسئولین امارت اسلامی بگوید که مبلغ 10,000 که من خودم گفتم مثلا 10,000 یا 5,000 یا بیشتر و کمتر به خاطر اعمار بند بخشوات بده، آیا کسی حاضر میشه که این کار بکنه یا نه؟ ولی شما دیدین که ما با هر کس که مصاحبه کردیم و مصاحبه خواهیم کرد و مطمئن هستم خورد و کلان زن و مرد همگی حاضر است که به خاطر اعمار بند بخشوات مبلغ 10,000 افغانی کم و زیاد به مسئولین بده تا بند ما اعمار شود. امیدوارم که از این گزارش ما لذت ببریم و آب هم این دوستو از این نسبت به گزارشی که ما چند روز پیش گرفتیم آب بیشتر شده و حیف که آب امشگین یا فقط 4 روز 5 روز باشد نباشه باز خوش شدم. بیاین از منظر لذت ببرین، وطنانی که داخل خود ولایت فرا هستن بیاین لذت ببرین، بهترین جای است. با من باشید، بعد شات های مقبول دیگر رو میبینیم و دوباره برخواهیم. دوستا عزیز شما به تصویر میبینی که برادر ما در اینجا سیکل خود در داخل رود میشوره. بیا که من پاچکار رو ورزنیم بریم پیشش. لالا یازو خست، بیا چند دقیقه پیش تو تو رو آب نبر آخر اینجا. سلام بخیری، صد شما خوب است، شما خوب است، بخیری، سلامت باشید. ما که دیدم اینجا قرار سیکل میشوشتی من زیاد لذت داد. چطور هستی دیگه؟ خوب هستی؟ خدا رو شکر بد نیست. زنده باشی. سلامت باشی. اگه اول خود معرفی کنی نامک زیبای. اسم من محمد عارف. از ولایت فرا. از ولایت فرا. او در اینجا سیکل میشوشتی دیگه؟ او گلگیره گل گرفته گفت پاک کنم. خب گفتم اینجا آب نه برای آخر اینجا. نه خوبه اینجا کمه، من برا زیاده. ها اینجا باز آب خیلی زیاد نیست که ما شما رو آورد. خب رفیق چطور هستی؟ همه روزه چرا کم میگذره برای؟ خب میگذره، خوب روزی و انصار. خوب روزی هم یخ هم باد هم بارش باد هم رود هم رود دیگه از بیشتر باید چرا کم از بیتر هم دیگه خدا آدم نمیرسه. وظیفه چی مصرفیات در رفیق؟ وظیفه مستری ها. مستری باقا پالا همین دیکان داره دیگه. دیکان داره. خودت هر وقت اینجا میای یا فقط یک امروز اومدی که جمعه؟ هر وقت میای مثلا هر عصر به عصر میچ هر عصر خونه میای، بعد چند روز دیگه سه روز مثلا میای یک سر میزن وره رو. وقتی که رود آب نداشت که باز نمی اومد نه؟ نه دیگه رود نداشت خدا چی بود؟ هیچ کس نی اصلا یک نه من نه دیگه اصلا. دوستان عزیز شما به تصویر میبینید که اون طرف خیلی شلوغ است، اما ما خیلی زیاد اومده اون طرف هم وارد زیاد بود به خاطر اینکه از که رود آب داره مردم میای لذت میبره تفریح میکنه. تفریح زیاد آب چیز خوبه. چیز خوبه. و سوژه امروز ما این است که اگر مسئولین امارات اسلامی مثلا بگه هر هموطن ما 10,000 افغانی به خاطر اعمار بند بخشوات بده، خودت حاضر هستی یا نه؟ بله حاضر. چند فیصد؟ 50%. کم گفتی دیگه، امور 100% بگو دیگه. خود 100%. یعنی 100% حاضر هستی که پول 100% حاضر هست که بند جور شه. بند جور شه. اگر مسئولین بالا ما شما صدا کنه هر شهروند فرایی باید 10,000 افغانی بده، حاضر هستی؟ چشم، هر شهروند فرایی 10,000 افغانی بده ما در خدمت. در خدمت هستیم. 100%. به خاطر اینکه بند ما شما اگر ایمار شوه دیگه ولایت شما یکی از غنی ترین ولایت افغانستان میشه. بله. او از لحاظ سرسبزی و تمام مردم که در بخش زراعت وظیفه داره یک قدر حاصلات به دست بیاریم که دیگه باز از حد بی حد باشه. خیلی حاصلات خیلی میشه تا فکر کنیم. خیلی درست طرفی وقت زیاد نمیگیرم. ما خدیه در اینجا محترم میشیم گفت باش که چند دقیقه اختلاط کنیم. و یک سوال دیگه، اما بزرگترین آرزویی که در دل داره برای فلان چیه؟ همه که فهمید فیلن این فرا آرامی بسه این آرزو خیلی خوبه. همین آرزو تا این آرزو بمینه که این بارش روده اومده مردم تفریح مینه آزاده، یعنی بس خوشحالی. شکر رفیق، بخیر باش، سلامت باشید. دوست عزیز بیشتر هم گفتم که اگر مسئولین امارت اسلامی از هر شهروند فرایی بگه 10,000 افغانی به خاطر ایمار بند بده، همگی حاضر است، از همه از خیر تا کلان حتی خودم تمام ما حاضر هستیم که بند ما ایمار شود و این آب که شما می‌بینید برای فلان روان است، این آب همیشگی در رود ما باشه و برای هموطنان ما در اینجا کارابای یا شود و ولایت ما همیشه وقت آب داشته باشه و برق داشته باشه. با من باشید، می‌ریم بعد شادهای مقبول ببینیم و دوباره برمیگردیم.
دوستای عزیز تشکر از شما که تا آخر این گزارش با من همراه بودید. این بود گزارش امروز ما. آمدیم برای بار دوم در رود باقاپل ولایت فرا و با هموطنان خود هم چند دقیقه اختلاط کردیم و ازشان پرسیدیم و سوال کردیم که آیا اگر مسئولین امارات اسلامی از شما بخواهد که مبلغ 10,000 افغانی برای آبادی یا برای اعمار شدن بند بخش‌آباد بپردازید، آیا کسی حاضر است یا خیر؟ و شما در تصویر دیدین که همگی دوستایی که ما باشون صحبت کردیم حاضر بودن که 10,000 تا 50,000 هم بدن. البته اشخاصی که سرمایه دارن وضعشون کم خوب است و او اشخاصی که غریب است از 500 بگیرید تا 1000، یعنی هر اندازه‌ای که وضعشون باشه حتما برای ایمار بند بخشات آنها پرداخت میکنه. و امیدوارم که مسئولین یک همچین برنامه در روی دست بگیره به خاطر هرچه ایمار شدن بند بخشات. اگر از هموطنان ما هم مسئولین بخواد پیسه جمع آوری کنه، مطمئن هستم که تمام هموطنان ما به خاطر اعمار شدن بند بخش‌آباد حاضر هستند که به مبلغ 10,000 افغانی کم و زیاد را حتما بپردازند. امیدوارم که از این گزارش شما لذت کافی را برده باشید. دوست عزیز تا برنامه بعدی، تا گزارش بعدی، شما را بالای یک تا میسپارم.